دوستان طبق وعده ما هم باز تلاش کردیم تا جزئیات اخیر را در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنجم یک از خانم نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا که همکنون در ویانا هستند و از طریق اسکایپ با ما به تماس هستند جویا شویم. خانم نیلوفر سلام بر شما، تشکر از وقتتان. آخرین جزئیات از چگونگی مذاکرات چی است خانم نیلوفر و چرا بیشتر این روز را حساس ترین روز در روند مذاکرات هسته‌ای عنوان کردن؟ سلام میکنم به شما و بینندگانتون. امروز اینجا همه منتظر ورود وزرای خارجه ای هستند که قراره به مذاکرات بپیوندن، به غیر از آقای ظریف و کری که چند روزی هست اینجا هستند و مذاکرات رو دنبال میکنن و الان هم برای دومین بار وارد اتاقهای گفتگو شدند و در حال گفتگو هم قرار هست بعد از ظهر امروز وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و همینطور آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به مذاکرات بپیوندن و خانم موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که قراره به اینجا بیاد. از این جهت این دیدار هم مهمه که قبل از این گفته شده بود که تصمیم یه کارشناسان موضوعات مختلف رو می‌نویسن و بعد در سطح معاونان وزرا بررسی می‌کنن و بعد تصمیم نهایی رو وزرای خارجه می‌گیرن. بنابراین تصمیم‌های نهایی امروز و فردا با حضور وزرای خارجه گرفته خواهد شد. از این جهت مهم تلقی میشه. به هر حال گفته شده که پیشرفت‌های در بعضی از موضوعات انجام شده ولی هنوز موضوعات دیگه‌ای باقی مونده. به عنوان مثال آقای عراقچی گفته بود که توی بحث رفع تحریم‌ها خیلی از مسائل اختلاف حل شده ولی 4-5 تا موضوع دیگه باقی مونده. بنابراین این بررسی‌هایی که امروز انجام خواهد شد مهمه، ولی طرفین به خودشون همچنان تا روز 7 ژوئیه وقت دادن برای اینکه کار رو ادامه بدن، ولی اگر تا اون زمان نتونن به نتیجه برسن و اگر که به عنوان مثال کنگره آمریکا توافق نهایی رو تا 9 ژوئیه در اختیار نداشته باشه، اون وقت گفته که به جای 1 ماه 2 ماه زمان لازم داره برای اینکه اون رو تصویب و بررسی بکنه. از طرف دیگه هم گفته میشه که وزرای خارجه چین و روسیه باید در 2 اجلاس مهم روز 8 ژوئیه شرکت بکنن. خانم نیلوفر تشکر از وقتتان، انشالله که در برنامه بعدی باز هم با شما به خاطر داشتن جزئیات اخیر در مورد مذاکرات هسته‌ای به تماس میشیم.